گنگ ای فور تایم، من کافم و اینجا بنده یکه. سلام رفقا، امیدوارم حالتون عالی و فوق‌العاده باشه. خوش اومدید به یه ویدئوی دیگه و اپیزود بعدی کیسره. توی کیسره قرار چیکار بکنم؟ اگه اولین بار داری اپیزود این برنامه رو نگاه می‌کنی، من توی کیسره دو تا آرتیست رو می‌ذارم روی این میز، از زاویه‌های مختلف بررسی می‌کنم و تهش میگم برنده اصلی این بیف کدوم آرتیست بوده. بعدن شاید حتی آرتیستای رو هم با هم بیارم مقایسه بکنم که بیف هم حتی نداشتم، ولی خب مقایسهشون با هم دیگه باحال باشه نظر کریر و اتفاقای دیگه. برو بریم سراغ این ویدیو. امروز قراره با هم دیگه هیچکس و ام جی رو بررسی بکنیم، توی بخش مختلف از کریر گرفته که با هم دیگه بررسی میکنیم، نظرهای مردمی وایسای شما که خیلی واسش خودم ذوق دارم ببینم شماها چه جوری بررسی میکنید این داستان، که به نظر من مهمترین بخششون کل این موزیکا و همه چی برای مخاطبه و در نهایت مخاطب باید تصمیم بگیره که چی رو دوست داره و چی رو دوست نداره. پس بدون معطلی بزن بریم سراغ ویدیو. فقط لایک کامنت سابسکرایبرت نره، اینستاگرام من که این بالا میاد حتما جفتشو فالو بکن، چون اتفاقای خیلی باحالی قرار اونجا انجام بدیم و بهتر کنیم با هم دیگه. برو بریم رو تو 200K حواست باش، فالو کن که از دست ندی. سابسکرایب یوتیوب هم بزن، داریم میرسیم به 20,000 نفر، خانوادهمون داره به 20,000 نفره میشه. پس برو بریم داخل ویدیو ببینیم کی زره. متولد اردیبهشت 64، متولد جنگ، سروش لشکری، پایه‌گذار اصلی رپ فارس، پدر رپ فارس. البته یه سری شایعات هست که یه آرتیست به اسم شایان یا حتی قبلتر آرتیست‌های بودن که رپ هم خوندن، ولی بخوایم نخوایم پدر رپ فارسی سروش لشکری است. مادرم میگفت از خوندن توصیه، گفتم من پدر رپ فارسی. سروش هیچکس انقدر رسپکت داره، انقدر احترام باید بهش گذاشت که واقعا من حتی نمیتونم حرف بزنم راجع به این کریر بلند بالا. کسی که از 1379 کار خودش رو شروع کرد با بازخونی یه سری ترک انگلیسی و فارسی سازیش. سروش هیچکس جورای شروع کننده اصلی رپ فارس بود، از همون 79 که کارو شروع کرد، نسل یک و پایه‌گذاری کرد و اومد جلو تا تأسیس یکی از اولین گروه‌های رپ فارسی، یعنی 021. تو سال 1382 سروش لشکری و همون سروش کس خودمون بالاخره گروه 021 رو تأسیس کرد با آرتیست‌های خیلی خفن و باحال که چند تا ترک از اون زمانا بشنویم. برگردیم. مادین صفر 21 میکروفون انتها میکنم 21. خلاصه یه سری دیس و دیسپک دادن و یه سری هم کار اجتماعی داخل اون سالا انجام دادن که کوچولو گذشت و رسید به یکی از گروهای خیلی مورد علاقه خودم که دوست داشتم هنوزم پاورجا میموند، سامت، گروهی که با رضا پیشرو رفیق صمیمیش شروع شد. اولین آلبوم سروش هیچکس سال 1385 اومد بیرون، بازم یکی از اون آلبومایی که همیشه احترام خاصی براش قائلیم، آلبوم جنگل آسفالت. حاجی جنگل آسفالت جوری بود که هنوزم که هنوزم من ترکاش تو پلیلیستم هست، یعنی قانون، اختلاف، همه ترکایی که واقعا ترک لیست رو الان میذارم عکسش رو اینجا ببینید و یه چند تا ترک هم بریم گوش کنیم برگردیم. خیلی سو اینجا تهرانه، یعنی شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه، تحریک روح تا تو آشغال دونی. جنگل آسفالت از اون ترک هایی بود که رپ فارس رو یه کوچولو بیشتر معروف کرد کلا، یعنی یه سری ترک هایی که نه اصلا دیگه معروف ترین ترکی که مثلا تو اون دوران شد و دیگه ورد زبون همه هم هست و دیگه همه یه بار شنیدنشو میتونم بگم اینجا تهرانه، یعنی شهر، یا همون ترک اختلاف. یه چیزی هم که خیلی باحال راجع به این آلبوم نحوه پیش فروش فروش این آلبوم بوده. مهدیار رو ساتش دونه ایمیل گذاشته بود که مردم میرفتن شمارهشون رو ایمیل میذاشتن، بعد مهدیار رو تو چیز به اون شماره زنگ میذارن مطمئن میشدن که پلیس نباشه و خودشون شخصا صدیار رو میدادن به هوادارا و این واقعا خیلی عجیبه دیگه. مثلا یه همچین نحوه فروش که الان انقدر راحت تر شده و این داستانا، میخوام بگم از اونجا تا اینجا کشید و این کریر بلند زحمت های زیادی پشتش، حتی اگه این چند وقت کار نرده باشه. بریم یکم جلوتر. سال 88 سر اتفاقات تو ایران، جنبش سبز تو ایران و یکی از معروفترین سینگل ترک های هیچکس، یه روز خوب میاد. یه روز خوبی که هنوز نیومده ولی این ترک رو هنوز که هنوز میشنیم و اینقدر هم شده باش امید میگیریم، ولی با این ترک سروش هیچکس مجبور شد از ایران بره و به لندن
مهاجرت کنه. البته که خود سروش هیچکس بعد از اینکه از ایران رفت توی منو تو کاملا گفت من واسه همیشه از ایران نیومدم، یه روز برمیگردم. و اگه یکم بریم عقب‌تر توی فیلم کس از گربه‌های ایرانی خبر نداره که حالا پوسترش هم میاد اینجا، سروش هیچکس چند تا سکانس داخلش بازی کرده و حتی ترک اختلاف از جنگل آسفالت که همون اینجا تهرانه که خیلیتون شاید به این اسم بشناسیدم توش خونده که یه سکانس داخلش هست. بریم اونو ببینیم که هیچکس راجع به این که از ایران نمیخواد بره صحبت میکنه. این سری اومدیم همین بالا یه در تصویربرداری کنم بچه‌ها که بالا خیابونا رو نگاه کنیم که بگیم که داش اینجا تهرانه. میگیری چی میگم؟ یعنی شهر کمت تو داشت ببینیم واسه تحرکه جای این بالا یه ذره داد بزنیم قشنگ همه جون تو بیدار شن، همه ساختمونا همه خیابونا زیر زمین بخونیم که صدامون به رو زمینی ها نمیرسیم. ما قدیم کفقا و همه خیابونا بودیم. خلاصه گذشت و سروش هیچکس از ایران رفت لندن و این شاید یه نقطه شروع خوب برای ملتفت بود. لیبل جدید سروش هیچکس ملتفت. هیچکس که تو اون سالا بالاخره یه آلبوم دیگه داد به اسم انجام وظیفه، ترک لیست 5 6 تایی داشت که بریم با هم دیگه ترک لیست رو ببینیم برگردیم. این یه چیز جدیده، دنیا مثلشو ندیده. میگم بمون نرو بری بده. و کل اعضای ملتفت اون تایم داخل آلبوم بودن و اشکان فدایی و علی قاف و مهدیار و هیچکس تیم شدن. ملتفت همه که دیگه از اون گروه هایی که دوست دارم کار از حداقل بیشتر بشنوم، یعنی خیلی کم کار میدن و این شاید سیاست کاریشون رو باید بشه ترام بذاشت. سروش هیچکس از سال 91 تا الان هم یه آلبوم مجاز داد بیرون، البته بعد از 9 سال، ولی یه سری سینگل ترک هم بیرون داد، ولی خب خیلی به نسبت قبل کم کارتر شد و پدر رپ فارس خیلی بهش انتقاد شد در همین داستان که کم کار شدی و داری از گود میری بیرون. متولد آبان 64، هنوز 64 سالش نشده. چه ربطی داره؟ سهراب ام جی، سلطان دود، سردار شهر، گنگ زد بازی. داشمون میگه حلال و سوز آخا قبلم سوء تفاهم. شروع فعالیت ام جی به عنوان سومین فرد گروه زدبازی توی ترک کل کل بود که بریم یه کوچولوشو بشنویم برگردیم. واسه یه گول حیفی نداره ایبی میزنم بهت با تریلی داره چی کی. راب ام جی با زدبازی شروع کرد دقیقا مثل هیدن و ویلسون که با هم شروع کردن. ویلسون تک ترک اول خونده بود با بک وکاله مهراد، ولی سهراب جی بازی شروع کرد و یک کریر خوب و قرص و محکم داشت جلو میبرد از سال 1381. سهراب جی هم کلی ترک هیت و فیت و فلان و بیسار بازی داره که میریم چند تاشو با هم دیگه گوش میکنیم. یه دونه آلبوم خفن زاخارنامه هم هست که برای زدبازی ولی برای سهراب جی نیست. بریم گوش کنیم برگردیم ادامه کریر رو بگم. گونه ننشقه میاد آهن میخونه همش هم در پیت چه بلایی داره میاره اون سر بیت. اولین آلبوم تکیه سهراب ام جی، آلبوم یک سین سال 2017. چند تا گوش کنیم. هر روز میرسه باره نو زیر زمین بودم حالا بالای برجم گوش نمیدم کار تو رو تهران میتره کنم ساره و اون آلبوم خیلی آلبوم باحال بود حقیقتا، یعنی خود منم کلی ترک باحال ازش یادم، ترک ما مثلا ترک کرد بد خفن بین آلبوم اول و دوم سهراب ام جی هم کلی ترک باحال اومد، کلی بیف باحال، کلی داستان باحال و کلی مهمون بودن تو آلبوم بقیه. آلبوم ها مهراتیزه مثل تونل 1 و 2، تو آلبوم ویلسون و هیدن و کلی از و آلبوم های پیر شدیم ولی بزرگ دن، کلی سینگل ترکی که داخلش فیت داده خوند، ولی اونا رو اینجا قرار نیست بگیم، قرار بریم سر اصل مطلب آلبوم زخار. فهمیدم تو این شهر درندش برگ برندت قلب. کریر سهراب ام جی کریر پرکاریه، با خیلی ها همکاری کرده، همکاری های جذابی داشته و کلا کمک بزرگی کرده واسه جلو رفتن رپ فارسی. و در کنار همه اینا یه داستانی هست که بهش میگن حکومتی که حتی صفحه اول ویکی‌پدیاش هم بخونی خط دومی رو نوشته. ببین کلا من یه دونه نظریه دارم، رپر حکومتی نمیشه تو ایران چون رپ اصلا غیر مجازه و هر کاریش بکنی این رپ غیر مجازه و تو تا وقتی نتونی کنسرت بذاری توی کشورت، نتونی پول درستابی در بیاری توی کشورت، نمیتونی حکومتی باشی. هیچ رپر تو ایران واقعا حکومتی نیست. من نمیدونم چه جوری بعضیا که حتی میگم کامیونیتی هم دارن میگن این آرتست حکومتیه، اون آرتست حکومتیه، میگم ویدیو میسازن راجع به که فلانی حکومتیه،
اگه نظر خودم راجع به این قضیه حکومتیه بخوام بگم، اصلا اوکی، یا آرتیست حکومت رو دوست داره، اوکی، من اصلا با این موضوع رو من میگم نداره، ولی میگم اگرم داشته باشه اوکی. مشکل ما با این حکومت چیه؟ اینکه آزادی بیان نداریم. این اصلی ترین موضوع دیگه که خیلی بهش اشاره میکنن، آزادی بیان وجود نداره. خب اوکی، اصلا یارو حکومتی دوست داره بخونه، چرا نخونه؟ میدونی یه سری، حالا نمیخوام شخص خاصی رو بگم، کلیت موضوع، شما وقت تعصبی برخورد میکنی میگی یه نفر داره حکومتیه باید خفشه، خب تو هم داری آزادی بیان از اون میگیری، یعنی هیچ فرقی نمیکنه. تو مشکلی که همین الان با حکومت داری همین آزادی بیان هم داخلش هست، حالا یه سری مشکلات دیگه هم هست میدونم، ولی اینم یه بخش اصلیشه دیگه. بس همین با آزادی داشته باشه، حتی اگه حکومتی هم دمش گرم بزنه بخونه. ولی من بازم میگم تو این رپ فارسی که ما داریم کسی حکومتی نیست. بنظرم بخش چهارم همکاریا. توی اپیزود قبلی که حسین و فدایی رو داشتم بررسی میکردم، خب این بخش باعث خنده و شادیمون شد، ولی امروز یه ترک بمب تو رپ فارس. چرا بدی زاخار؟ واقعا چرا بدی؟ با ما چرا بدی؟ مگه تنت میخوره انگاری ترازت؟ سلمونی نرو با ما بد باش، فقط میزنیم کلتو باشی حتی کچل. چرا بدی واقعا یکی از اون ترک بود که هنوزم که هنوز پلی میکنه انگار دیروز رکورد شده، انقدر قویه این ترک. و دمشون گرم. یه سری تیکه هم به پیشرو داشت داخلش که بعد سروش گفت اصلا من نمیدونستم تیکه داره اینا، ولی حالا با اون کاری نداریم چون اصلا ربطی به ام جی و پیشرو نداره این موضوع. بحث اصلی ما روی ام جی و هیچ کس. بخش بعدی، بخش نه همچین پربار ولی بخش خوبیه، بیفا. شیشکس و ام جی هم یه جور بیف عقایدی دارم بیشتر تا اینکه موضوع مشکلشون توی موزیک باشه. اگه جای بعد این خیلی رشد کرد و از جایی که بیرون زد کامنت سروش شیشکس زیر پست ام جی که بریم ببینیم برگردیم. و بعدش فری استایلای این دو نفر، اول فری استایل ام جی قبل آلبوم زخارنامه و مجاز، یه بیف کوچولوی فری استایلی با هم کردن که بریم بشنویم برگردیم. ولی تو لندن زخارا ساکت لالاس بچه میخوان منو عصبانی کنن، عمدن خبر ندارن عمو پدر شده رسمه. ببین داداش باشی یه چی یادت که دفعه بعد به نفته که بشی ساکت. خب تو مثل نظامی دوست اصلاح نمیشی، همه رو میگیرن تو زندان نمیری، میری راهیان نور اعدام نمیگی، اصلا چرا وزیر ارشاد نمیشی؟ اون زیرپوش هیچکس خیلی سم بود، ولی کلن یه بیف اینجوریه خیلی کم و رسید به وقتی که زدبازی خبر داد قراره برگردیم. پنج نفر روی بیت، زدبازی برگشت. با چی برگشت؟ دو تا ترک. ترک اول یخ. یخ دیگه دست مستقیم سروش شیشکس بود و این بده، این بده که برگشتن و با دیست منم یه ریپورتشم نوچه ها تای تشت لات کوچه بغلی. بحث این بود که از هیچکس جوابی نیومد، دو روز بعد فدایی جوابشون رو داد که بریم یه کوچولو از ترک فدایی رو بشنیم، ولی خب ربطی به این بیف نداره. بریم بیم. تو پاک با کلاس ما موتاج با کلاس یاد باش آب نکش جانم از رپ مجازی بونگاه معاملات خوفاش نمیشه و قاب بانه قاب. توی بیف بخوام بگم کی زده، چون بیف جلو نرفت و جوابی از هیچ کس نگرفتیم، فدایی رو هم نمیخوام بگم جواب هیچ کس بوده چون فدایی جواب داره بهشون. ولی توی فری استایل میگم بیف خاصی شکل نگرفت، این بود فقط عقایدی بود. هر کیم قطعا یه سمتی هست، یا میگه عقاید هیچ کس درسته یا میگه عقاید ام جی. دو تاشون قابل احترامن. این بارو شما بگید توی این بیف کیا زدن. بریم بخش بعدی و بعدش بریم برای نتیجه. پارت مورد علاقه من اینجاست دقیقا، همونجوری که الان داریم با هم میبینیمش. قرار وایتای شما راجع به این داستان گوش بدم و برگردم. بریم یه بریک بگیریم، برگردیم بریم سراغ اصل مطلب. برعکس بریم سراغ وایسای شما. وایسار ادیتور هم همه رو آماده کرده، شانسی انتخاب کرد، قرار 8 9 تا وایس بشنویم تا جایی که تموم شه و بعد ببینیم که مشت نشانه خروار هست یا نه. این وایسا اولش به شما گفتم که یه دونه اسم بگید بعد دلیلش رو بهم بگید بخواین منطقی هست یا نه، و برو بریم سراغش. بریم سراغ ویسه اول. سلام بهتون. سلام بهت. واسه اون اپیزودی که میخواستید بذارید کیسره رو بین هیچکس و ام جی، نظر من هیچکسه. چرا؟ دلیلش هم اینه که ام جی به
حکومت وصله و اینا، ولی هیچکس دیگه پدر رپ دیگه، هر رپیدی هم که هست باید بهش احترام بذاره. احترام که رسپکت واقعا باید باشه واسه کسی که شروع میکنه این کاری، ولی خب اینکه حکومتی دلیل نشد که خب ام جی ام تو همون سالا شروع کرده کارش. رسپکتو داره، نظامیه دیگه، اومده بود گفته بود نمیدونم چی خوندن اعتراضی، رپ خوندن اعتراضی خوب نیست. خب ببین اصلا شخص ببین از اوکی ببین بعدی ببین من احترام میذارم واقعا میتونه منطقت باشه این داستان، ولی خب ای بریم بعدی. سلام درباره این برتری بین هیچ کس و سهراب هم جایی که گفتی اوکی. به نظر من سهراب برتری داره و اینکه علتش هم اینه که تو این سالهای اخیر و چند مدت اخیر خیلی پرکارتر بوده منطقی نسبت... بود این صحبت. چرا؟ چون که آره سهراب داره هر گماه یه بار کار میده، حتی زودتر، حتی بکنم دو سه هفته یه بار، و هیچ کس نیست دیگه، هیچ کس آخرین ترکش بزن بود. این منطقیه، میگه چون من الان دارم ترک رو گوش میکنم الان هیچ کس نیست، شاید اون موقع مثلا بگیم اوکی اون موقع خیلی از خود شعور تعب بوده، ولی الان رو بخواد بررسی کنه این منطقی بود واقعا. ولی چیز داستان دیگه هم هست، سیاست کاری ها فرق میکنه واقعا. بریم بعدی. بریم صد درصد سهراب ام جی. حالا چرا ببینید چرا همه دارم میگن پدر رپورسی که هیچ کسه اوکی. اما پدر رپورسی که دیگه فعالیت نمی کنه بدون از زنش آب نمیخوره و طرز زنش ترک نمیره، این رزومه در حد پدر رپ فارسی نیست. قضیه میمی که حالا به خاطر آزاد زن هیچ کسه قبول ندارم، این واسه خنده و شوخیه بچه. حالا مثلا یه جا هیچ کس ظرف شسته دلیل نمیشه اینو بیاریم تو منطق داستان بیاریم، خود منم کلی شوخی باش کردم، خودتون میدونید قطعا، ولی میمه دیگه، شوخیه، بیشتر از شوخی نباید بشه این داستان به نظر من واقعا. حالا اوکی مثلا اینکه ترک نمیده سیاستکاری خودشه، میتونه ترک بده چون دوست نداره بده اصلا، خیلی دلیل دیگه میتونه باشه، ولی اینکه بگی بخاطر اینکه زنزلیده بعد شور اونجا زن خیلی دیگه زن گرفتن، چرا اون اونجوری نشده؟ نظر تکس فلو قافیه و هیت سازی و صدا از هیچ کس بهتره. حالا بگن آقا حکومتیه، آقا چرا باید بیاد سیاسی بخونه؟ حتما باید سیاسی بخونه که شما راضی بشید، حتما باید ممنون ورود بشه. هیچ کس اون ور دنیاست میگه لنگش کن، جرأت داری بیا تهرانی حرف. خود هیچ کس هم گفته بود به تو سلسله دیگه بار بزن بشان نجفی بتون بگم تکنیک و نوشتن بتون بگم که کی از بین هیچ کس و ام جی سرتره. اولین سراغ تکنیک، از نظر تکنیک و نوشتن که خود هیچکس ما از کلاس نرفتیم ادبیات نرفتیم ولی بلدیم بنویسیم، خب از نظر تکنیک هیچکس میزنه همه قبول دارن، از نظر قدمت هم هیچکس میزنه، از نظر پدر بودن هم بازم هیچکس میزنه، ولی از یه نظر ام جی میزنه، از نظر باحال بودن و سری کار دادن ام جی میزنه. پس شد تا الان شد درسته به نفع هیچکس به نظر من که هیچکس میزنه با استدلالای منطقی خیلی منطقی بود واقعا، ولی اوکی هیچکس هم دو ام جی هم فعلا دوتا پوان گرفته بچه ها. بریم بعدی. سلام مرکاف عزیز. والا من به خاطر یه استوری که گذاشتیم هم وایس بدم بچه ها. بدید بگید این برای مقایسه این دوتا از نظر من دوتا آرتیست هیچ کس کاره خوبی ارائه داده، حرفت ولی داره خب حرفت ولی داره مطمئن. ولی خیلی کار خوبی را نفوذهای خیلی زیادی داشته، تاریخ را فرس ساخت، ولی تو این بحره زمانی و الان که ما هستیم الان من ام جی انتخاب میکنم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه الان بهتر کار میده، فعالیت میده. عقل داری بینو بگی چون که شاید تازه زای رپ گوش میدی. سلام کافه عزیز، سری بریم سراغ این تیسره. این که از نظر من سهراب سرتره. چرا؟ به خاطر این که خب این فاز گنگ لشی که آورد خیلی رپرهای موندگاری کنار اون شکل گرفتن، رپر کنار هیچ کس شکل گرفتن، ولی قبول دارم من جمع کنی رپر جدید و معروف شدن که دیگه اسم نبرم اسم و اینکه سروش کارش خوبه سروش. ولی هم نبود توی رپ فارس، خیلی نبود توی رپ فارس و اینکه توی این دیس کجا
کدوم دیسو سوزی بیفشون رو میگه؟ یو پسر چطوری؟ فدا آقا من با این دارم میکروفون تو با میکروفون ضبط کرد نمیدونم خوبه که زد بازی فنم خب ولی مشخصا هیچکس بهتره و سرتره که تعصبی نیستی واقعا مثلا یکی بگه من ملتفتی هم ولی همچنین مثال دارم میزنم چرا؟ خیلی چرا چه دوست دارم؟ ام جی هستش و اینکه هیچکس همچون قدیمی تره تلاش بیشتری برای بالا بردن رپ کرده کارهای بزرگتری انجام داده فیتای بین المللی بیشتر تیسای خفن‌تر خلاصه که نظرم روی چی هسته کریری میخواییم حساب بکنیم خیلی میدونی توی سری چیزای کریر هیچکس بهتره تر چیزای کریر ام جی پرکاری ام جی میتونم بگم اینکه هیچکس کلی اول راه تلاش کرده کلی چیزا رو آورده ادغام کرده با هم یعنی فرهنگ و کالچر هیپ هاپ که واسه اونور بوده رو آورده ایرانیزش کرده این خیلی مهمه به نظر من حالا بعضیا میگن زیاده روی کرده ولی حالا این که زد بازی فرام حتا اوکی هیچکس هم 4 3 نفر ام جی ولی هیچکس هم سلام امیدوارم حالت خوب باشه با احترامی که برای سهراب ام جی قائلم به نظر من سروش هیچکس خیلی سرتره به خاطر اینکه هم قلم هیچکس هم موضوعاتی که هیچکس تو آهنگاش به کار میبرد حالا الان که خیلی وقته آهنگی نداده ولی قلم و موضوعاتش خیلی بهتره همین که اجتماع قلم ام جی هم باحاله ها بسیار سلیقه داره یه سری ها الان البته قدیم که مثل هم بودن سری چیزاشون ولی الان هیچکس خیلی فلسفی تر و میدونی تو عمق موزیک باید بری بری قشنگ تکست رو گوش کنی چند بار ایهاما رو در بیاری ام جی سطحی تره ولی راحت تر میفهمیش یعنی میدونی سلیقه است بازم به نظر من اینم میخونه به دل مردم میشینه و سهراب ام جی تو این وضعیتی که ما داریم فقط برای یه گروه کوچیکی از مردم داره میخونه که میگه پول داشته باشید و خوشحال همه مردم میتونن گوش بکنن موزیکاش باشید چون مردم الان فقط نیاز دارن به یه رپر اجتماعی اصلا فکت نیست یعنی چی مردم نیاز اوضاع خوب شه میخوای چیکار کنی داشتی میخوای گوش بکنی اوضاع خوب شه پاپ گوش میدی واسه همین به نظر من سهراب ام جی رو به دیس دادناش میشناسن ولی این به نظر نظر تعصبی بود یه نظرم که گفت سهراب ام جی اونم تعصبی بود سروش هیچکس رو به خاطر اینکه پایه‌های رپ رو محکم کرده میشناسن واسه همین به نظر من هیچکس ولی خب اینکه ام جی به چی میشناسنش رو قبول ندارم تره. برو بریم بعدی به نظرم مینوشی مثلا هیچکس ویز برده. مثلا هیدن یا ویلسون بهتر بود چون ام جی تحت هیچ شوایطی به سروش نمیخوره چرا به پدر رپ فارس نمیخوره و یه مثال هم میزنم تو قسمت قبلی من فدایی رو با حسین مقایسه کردم اشکان فدایی به Q69 اینا کار ندارم خود اشکان فدایی کریر اصلیش از سال 88 شروع شده حسین از 78 شروع کرده حالا کریرش از 79 اینا شروع شده نسبتا این دو نفر رو تونستیم با هم مقایسه بکنیم ام جی و هیچ کس هم میتونیم با هم مقایسه بکنیم هیچ فرقی نداره قدمت چون ممکنه که تو تایم کمتر یکی خیلی کار قوی تر بده که نسل چه ایسر نسل چهاریمون همین الان نسل سیامون بهترن قطعا تو 5 تا تکاهنگ از ام جی بگو که ماندگار شده باشه وات دروغ تعطیل ته خط اینجا ته خطه اون قطعا نشنیدی که این حرفو داری میزنی گنگش بالاست سب کن الان بهت میگم هابیل تکاهنگ بود قطعا هست الان من حضور ذهن ندارم ولی اونور هیچکس هم کلی تکاهنگ با حال داره ها حاجی فیروز هیچکس که کلن تکاهنگ بیشتر تکاهنگ جذابش حاجی حاجی فیروز هست یه روز خوب میاد هست این تک آخریه یکی مونده با آخریه البته واسه آبان خوند هست هنوز اونم دستش مشتیاره کلی ترک هست ولی این که میگی نداره میخوای بگی مثلا کل ترکش فیت بوده رو من اصلا قبول ندارم ام جی هم کلی ترکی باحال دارن 4 تا بهت گفتم پنجمیش هم احتمالاً خود بگی الان من تنها آهنگی که حداقل 60 تا جامعه رپی گوشش داده باشه گفتم گنگش والا سو اینا رو گفتم من تنها آهنگی که فکر کنم من شنیدم همون دروغ تعطیله ببین حرفت کاملا تعصبیه یعنی نمیخوام اینجوری بگم مثلا اینجوری بگی ام جی مثلا قابل
قابل احترام ولی من هیچ کس رو دوست دارم قبول میکنم حرف تو. این به نظرم یه کوچولو. خب سلام، در مورد اپیزود جدید کیسره که گفته بودید ام جی یا هیچ کس، خب هیچ کس دیگه، خب صحبت ندارم، توضیح اضافه ندارم دیگه، چون هر فاکتوری و غیر از صدا، البته چون واقعا صدا ام جی حالا بهتره، ولی هر فاکتور دیگه یا از رپ بیارید واقعا هیچ کس بهتره. کسی که 4-2 عقب افتاده بود بچه‌ها، یه اتفاق عجیب افتاد، کامبک عجیب زد و وینر شد تا الان زد. اوکی اوکی، اینم از وایسای شما ها، اینم از این بخش عددا رو ببینید. و رسیدیم به پارت آخر ویدیو، پارت نتیجه گیری. این 3-4 تا کیسره که رکورد کردم، این سخت ترین پارتیه که بخوام نتیجه گیری کنم، چون خیلی خیلی فاکتورایی هست که این بهتره، خیلی خیلی فاکتورایی هست که اون بهتره و سخت میکنه قضیه رو. پس نظری که میدم، نظر من، نظر شخصی منه، شما میتونید نظرتون رو توی کامنت ها برام بنویسید، بگید چقدر با هم موافقید یا نیستید. کلیت موضوع رو بخوام بگم، اول از همه یه نام بهتون بگم، یه اسم میگم میرم برای توضیحش، چون اول دوستان دارم توضیح بدم بعد اسم رو بگم. نظر من روی سروش هیچکسه. چرا؟ ببین سروش هیچکس یه پوینت رسپکت داره که حالا ام جی هم همونقدر داره ها، ولی خب شروع کننده رپ فارسه، یه نبود خیلی ها نبودن، فکر کنم همه تونم اینو قبول داشته باشید. ولی از اون ور ام جی کسی، مثلا اگه به من میگفتن تو این 10 سال اخیر ام جی بهتر بوده، هیچ کس میگفتم ام جی، واقعا میگفتم ام جی 10 سال اخیر، آره دیگه، یعنی بعد اون قضیه انجام وظیفه و اینا که 91 اومد بیرون فکر کنم. ولی توی کل کریر رو بخوام بررسی کنم، پوینت کریر هیچ کس چیز عجیب غریبی از سال 80 تا 90، یعنی واقعا دست نیافتنیه این کریر. زد بازی هم کلی تکای باحال و اینا داره، ولی من شخص ام جی رو دارم میگم که با اینکه الان واقعا یکی از به نظر من چجوری بگم، فرشترین، یکی از فرشترین آرتیست های نسل یکی که داره کار میکنه، چون واقعا من کم میبینم نسل یکی انقدر کار بده. حالا امیر تتر داره کار میکنه، واقعا دمش هم گرم، ولی ام جی خیلی فرشه توی سبک خودش. مثلا کمتر دیگه دارم میرم نسل یکی، مثلا حسین و هیچکس و عرفان و پیشرو دیگه مثل قدیم اونقدر کار نمیدم بیرون جدیدن. حالا پیشرو بازی کوچولو از بقیه‌شون فرشتر جدیدن، سری آلبوم و کارهای جدید خیلی کرده، ولی سهراب ام جی داره ماه به ما ترک میده و این خیلی خیلی باحاله که نسلی که هنوز فرشه انقدر. و اگه میگفتم تو 10 سال اخیر میگفتم ام جی، ولی با یه فاصله خیلی خیلی کم به نظر من هیچکس، با اینکه رسپکت خیلی زیادی داره واقعا سهراب ام جی، ممکنه خیالتون نظرتون با من فرق بکنه، ولی من هیچکس رو انتخاب میکنم. دلیلش هم بهتون بگم، کریر بلند بالاش، شوهر رپ فارسی و یه کلمه میخوام بگم پدر رپ فارسیه. تو که تا آخر این ویدیو نگاه کردی قطعا گنگه یک، اگه اینجا یا هنوز نگاه میکنی، یه دونه گنگه یک، یه دونه هم ایموجی چی بگم، ایموجی قلب آبی بفرستید، یه دونه گنگه یک با ایموجی قلب آبی بفرستید. توی کامنت ها هر چی ببینم لایک میکنم، دمتون خیلی گرمه. حتما کامنت کنید که نظرت رو کیه، هیچ کسی یا ام جی، و دلیلش هم چند خط زیرش بنویس، بیشتر این لایک رو پین میکنم، یعنی نظر همه شماها بوده که لایک زیادی گرفته. دمتون گرم، مرسی از همتون، بوس روی کله هاتون، فعلا بنده کفرموش.